سلام عزیزان، روزتون بخیر. لطفا حضورتون رو اعلام بکنید. خانمای عزیزم لطفا حضورتون رو اعلام بکنید، من منتظرم. عزیزان بسیار خوب. خانم کامل حضورتون هنوز اعلام نکردید، چون من میخوام کارم رو شروع کنم. خانم ها من منتظرم حضورتون اعلام بکنید، من کلی تمارین داریم بطل کنیم. خانم ها خیلی ما دو تا تمرین عزیزان، دو تمرین از قسمت شماره پنج مونده که حل میکنیم. دو تا فعل قفرم فعل قفره قفره فعل ماضی ثلاثی مجرد بله خانم کاغذگران بله بله میخواستم ببینم که بچه ها چون هیچ جوابی از بچه ها نیومد حضورشون حالا یه چند تا یه اعلام کردن میخواستم ببینم همه گی
حضور دارم چون من میخوام تمارین رو شروع کنم. آها، حالا همه که حضور دارید عزیزم. بله، ممنونم عزیزم، خواهش میکنم، خداحافظ. بسیار خوب. فعل قفره ماضی ثلاثیه مجرده به معنای آمرزید. حالا قد قفره ماضی نقلیه، پس میشه آمرزیده است. آمرزیده است. حالا لا یغفل، فعل مضارعش مضارعش میشه یغفلو، یعنی می آمرزد. حالا اگر بخوایم مجهولش کنیم، مضارع مجهول میشه چی؟ یغفلو، یغفلو یعنی ببینید یغفلو مضارع مجهول. آمرزیده می شود. حالا لا یغفلو، یغفلو مضارع مجهول منفی، مضارع مجهول منفی، هم مجهوله و هم منفی شده. پس میگه آمرزیده نمی شود. پس خانم ها برای ساختن فعل مضارع مجهول چه کار میکنیم؟ اولش رو ضم میدیم، ما قبل آخرش رو فتح میدیم. یغفلو یغفلو میشه یغفلو، آمرزیده میشود. حالا لا یغفلو میشه مضارع مجهول منفی، آمرزیده نمیشود. میخواین ازش اسم مبالغه بسازیم؟ غفار، غفار بر وزنه، بر وزنه فعال، پس میشه اسم مبالغه، یعنی بسیار آمرزنده، بسیار آمرزنده. المغفور، مغفور، مغفور بر وزنه، بر وزنه مفعول، پس اسم مفعول ثلاثیه مجرده، یعنی آمرزیده شده. یعنی چی؟ آمرزیده شده. حالا تصویرش رو براتون فرستادم خانم ها، یکم زمان میبره تا بیاد. فعل بعدیتون گفته، پس ببینید قفره به معنای آمرزید. حالا اگر بره به یه باب ثلاثی مزید معناش عوض میشه. پس گفتیم فعل ها رو به باب های ثلاثی مزید میبریم تا معانی جدید ازش به دست بیاریم. استفعال ماضیشو میگیم، ماضی باب استفعال میشه استغفر، استغفر یعنی آمرزش خواست، آمرزش خواست. حالا اگر
ذهبر که صيغه انش شد ذهبتو، حالا استغفر میشه استغفرتو. استغفرتو یعنی چی؟ یعنی من آمرزش خواستم، من آمرزش خواستم. حالا اگر به شما بگن صيغه چیشو بنویس؟ صيغه انتم رو بنویس. صيغه چیو بنویس؟ انتم. مثل ذهب صيغه انتمش میشه ذهبتم، یعنی شما مرداد رفتی. حالا استغفر، استغفر میشه استغفرتم. یعنی حالا اگه قدم بیاد بر سرش میشه چی؟ ماضی نقلی. میشه ماضی چی؟ نقلی. یعنی شما مردان آمرزش خواسته اید. چون ماضی نقلی، شما مردان آمرزش خواسته اید. حالا اگر به شما بگن، به شما بگن غفره مصدرشو بگید. مصدر، مصدر ما به استفعال میشه چی؟ استغفار، یعنی آمرزش خواستن. یعنی چی؟ آمرزش خواستن. حالا اگه به شما بگم مضارع استفعال رو بنویسید، بگید چی؟ یستغفرو. یعنی چی یستغفرو؟ یستغفرو یعنی چی؟ یعنی آمرزش میخواهد. یعنی چی خانم ها؟ آموزش میخواهد. بله، آموزش میخواهد. حالا اگه به شما بگم یه استغفرو، صیغه یه انشو بنویسید خانم ها. انا یعنی چی؟ یعنی متکلم وحده، مزارت متکلم وحده شو. به من بگیم یذهبو، اگه بخواید صیغه یه انشو بنویسید میگیم اذهبو، یه ا بذارید اولش، درسته؟ حالا یه سقف رو هم یه عرض داری نفرش به جایی یه میگی از تق، از تق فرو، یعنی من آمرزش میخواهم، من آمرزش میخواهم. حالا اگه به شما بگن صیغه هم، صیغه چیشو بنویسید؟ هم. مضارع صیغه همشو بنویسید، بگی خانم یذهبو، هم یعنی آن مرد ها. برای یذهبو میگفتید صیغه هم، آن مرد ها رو میگفتید یذهبو، نه یه اولش میومد آخرش هم اونه. حالا این هم میگی یستغ، یستغ فرو، نه یستغ فرو، نه. یعنی چی؟ آن مردان آمرزش می خواهند. حالا اگر گفتی منفیش بکنید، همین رو چیکار کنید؟ منفی کنید. لا یستق فرونه، یعنی آن مردان آمرزش نمی خواهند، آن مردها آمرزش نمی خواهند. خب خانم ها اگر اشکالی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم. من تمرین خانم کتاب چند تا تمرین دیگه هم اضافه شده بهش، تمرین 7 و 8 هم اضافه شده که حالا حل می‌کنم. تصویر شما براتون می‌فرستم.
بسیار خوب، بریم سراغ تمرین شش. حالا تمرین شش فقط گفته که ترجمه کنید، فقط گفته چه کار کنید؟ ترجمه کنید. ما هم ترجمه میکنیم، اگر موردی هم از جهت اعراب نیاز باشه یه خدمتتون میگیم. دقت کنید، اقرأ حاضرین اون شودت این سرود را بخوان، ثم ترجم ها الى الفارسی، سپس به فارسی ترجمه کن. یا الهی یا الهی یا مجیب الدعوات، ای خدای من ای خدای من، یا مجیب الدعوات، ای اجابت کننده دعاها. دعوات جمع دعوت. خانم ها من اینو پاک کنم، جمعش میشه دعوات، دعا جمعش میشه ادعیت، دعای جمعش میشه دعات، جمع مکسرش، و جمع سالمش میشه دائین یا داؤن، دائین یا داؤن. بله، خب پس ای خدای من ای خدای من، ای اجابت کننده دعاها، اجعل قرار بده علی یوم سعیدم و کثیر البرکات. برکات جمع برکت. ای خدای من ای اجابت کننده دعاها، علی یوم امروز را سعیدم خوش و پر برکت اجعل قرار بده. فعل میبریم آخر. و امله از صدره این شراحن و فنی بل بسمات. این چراغ براتون ترجمه کرده به معنای شادمانی، و بسمات هم جمع بسمت به معنای لبخندها. پس و سینه را از شادمانی انشراح، شادمانی، و دهانم را از خنده ها یا با خنده ها املا پر کن. پس سینه را از شادمانی و دهانم را با خنده ها پر کن. و اعنی فی دروسی و اداء الواجبات. اعنی یعنی مرا یاری ده. اعنی برای تو ترجمه کرده، این نونش نونه و قایه هست که وسطش قرار گرفته. اعن یعنی یاری بده، اعان یعینو اعن، بعد یه نونه و قایه هم وسطش قرار گرفته که نون مشدد شده، که این ضمیر یا ضمیر مفعولیه با این چیه جدا بشه. بله بفرم. سلام علیکم. نه خیلی درست. خانم ها متوجهه صحبت من میشین که هر جایی که متوجه هستین یه اعلام بکنید که من متوجه توجه شما باشم. خب
واجبات و انجام تکالیف و انجام تکالیف واجبات جمع واجبت به معنای تکالیف انجام تکالیف یاریم کن و مرا در درسهایم و انجام تکالیف یاریم کن و انر عقلی انر از انار یعنی رو انر میاد خب و عقلم و قلبم را با علمهای مفید نورانی کن روشن کن بله و عقل و قلبم را با علمهای مفید روشن کن و اجعل توفیق حظی و نصیبی فی الحیات حظ به معنای بهره و نصیب پایین براتون ترجمه کرد به معنای بخت اقبال جمعش چه حظوظ حظ به معنای بهره شانس اقبال بخت جمعش هم میشه حظوظ خب میگه و توفیق را بخت من و نصیبی و بهره من در زندگی قرار بده پس موفقیت را بخت من و نصیبی و بهره من در زندگی قرار بده و املا دنیا سلاما شاملا کل الجهات سلام ترجمه کرده براتون به معنای آشتی و صلح میگه دنیا رو با صلح و آرامش شاملا فراگیر در همه جهات پر کن دنیا رو از صلح و آشتی فراگیر شاملا فراگیر در همه جهات پر کن وهمنی از حمایت میاد خانم ها از حمایت کن این دونه رقای است حمایت کن مرا یعنی محافظت کن مرا نگهداری کن مرا و سرزن وهم بلادی و سرزنینم را من شرور الحادثات از بدی حوادث و اتفاقهای ناگوار پس مرا نگهداری کن از من نگهداری کن و از سرزمینم نگهداری کن یا سرزمینم را محافظت کن از شر و بدی اتفاقها و حوادث ناگوار بسیار خوب خانم ها اینم ترجمه مطلبتون بود من یه چند تا کلمه برای تعیین نقش بهتون میگم مشخص کنید خیلی هاشو نخوندید مثلا منادا هست شما اینا رو نخوندید یا تمیز هست که اینا رو نخوندید اونجایی که خوندین رو من بهتون میگم کثیرن برکات چه نقشی داره پر برکت بله برکات میشه مضافون الهی و مجبور قرار بده چه چیز رو امروز رو پس الیوم منشه مفعول و منصوب انه روشن کن چیو عقلم رو پس عقل میشه مضافون مثلا میخوام مفعول روشن کن چه چیز رو عقلم رو پس عقل میشه مفعول ولی یهش میشه مضافون الیه بالعلوم جارو مجرور علوم مفید نافعات نقش صفت و مجرور بله بسیار خوب بریم سراغ تمرین حالی ما تمرین هفتتون که توی گروه براتون فرستادم اضافه شده از تمرین سابه تمرین هفت گفته ضعف الفراغ کلمتن مناسبتن گفته در جا خالی کلمه مناسب قرار بدید خب خانم ها تو کلماتی که توی
که نه لیت لعل، اینا کجا می اومدن؟ بر سر جمله اسمیه، مبتدا رو به عنوان اسمشون منصوب می کردن و خبر رو به حالت مرفوع خودش باقی می گذاشتن. خیلی خوب، حالا قال امام الحسن، هر کدوم از این حروف این ترجمه و جایگاهی داشتن. ببینید که کدوم جایگاه هر کدوم کجا هست. قال امام الحسن علیه السلام، گفته امام حسن علیه السلام فرمودن. خانم ما چه زمانی از ان استفاده میکنیم؟ چه زمانی از ان استفاده میکنیم؟ اگه جایی قال باشه، قال بعدش از چی استفاده میکنیم؟ ان دیگه. کجا باشه؟ اول جمله، اول جمله از چی استفاده میکنیم؟ از ان. پس کجا از ان استفاده میکنیم خانم ها؟ از ان. ببینید ان و ان ظاهرا یکی هست، ان همز ا داره، ان ا داره. ما کجا از ان استفاده میکنیم؟ جایی که قاله بیاد و مشتقات قاله، یعنی هر کلمه که از قاله گرفته بشه، مثلا قول، یقولو، قول، هر جا که ماده قاله بیاد، قول بیاد. بعدش اگه خواستم از شما که انه بذاری یا انه، شما چی میاری؟ انه میاری. دیگه کجا انه میاری؟ حتما اول جمله. پس هر جا اول جمله قرار گرفت انه میاری. خب اینجا ما چی داریم؟ قاله داریم، قاله امام الحسن. پس بنابراین اینجا تو جمله اولتون چی میاری؟ انه میاری. قال الامام الحسن علیه السلام، امام حسن علیه السلام فرمودن به درستی که احسن الحسن، بهترین خوبی، بهترین خوبی، الخلق الحسن، اخلاق نیک است. پس فرمودن بهترین خوبی اخلاق خوب است. سئل المدیر، مدیر از مدیر سوال شد. خب ما سؤال فعل مجهول، حواستون باشه. اینجا دو سؤال، سؤال فعل مجهول، فعل چیه؟ ماضیه مجهول. حالا سؤال مدیر، مدیر میشه نائب فاعل و اعراب نائب فاعل چیه؟ مرفوعه. سوال شد از کی؟ از مدیر. مدیر کی؟ کی مورد سوال واقع شد؟ مدیر مورد سوال واقع شد، از مدیر میشه نائب فاعل. خب ا فعل مدرسه طالب، آیا در مدرسه دانش آموزی است؟ فعجاب، پس جواب داد چی؟ پس آیا در کلاس، آیا در مدرسه دانش آموزی وجود داره؟ پس جواب داد، حالا لأن زیرا، لا یعنی نه، فا این همان، پس همانا چی اینجا میخوره؟ بله سوال میشه که لا، لا طالبه هونا. از کجا میفهمیم لا طالبه؟ خب در اینجا لا میاریم، لا طالبه هونا، لا طالبه هونا. اینجا لا میشه لای نفی جنس، طالبه اسم لای نفی جنس، اعرابش هم منصوب. خانم ها دقت کنید، لای نفی جنس که میاد، لای نفی جنس هر جو که میاد، اسم بعدش، اسم بعدش الف و لام نداره، تنوین نداره، فقط یه فتحه داره. اسم لای نفی جنس و اعرابش هم منصوب. اونا هم که میشه چی؟ خبر لای نفی جنس. خب خانم ها تو جمله بعد قبلیتون بود ان احسن الحسن الخلق الحسن، ان احسن الحسن، ان احسن الحسن الخلق
ادامه شو. بعدی حذر السیاح فی قاعة المطار الدلیل لم یحضر. میگه سیاح جمع سائح یعنی جهانگردان، گردشگران، گردشگران در سالن فرودگاه مطار یعنی فرودگاه حاضر شدند. الدلیل لم یحضر. خب حالا اینجا چی میخوام؟ انه که اینجا اول جمله هیچ وقت انه ببینه اول جمله است چون کاما تموم شده. انه هیچ وقت اول جمله نمیاد، انه وسط جمله میاد. میگه این چی؟ گردشگرا تو سالون فرودگاه حاضر نشدن اما راهنما، خب اما ولی راهنما هم حاضر، جهان گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدن ولی راهنما حاضر نشد. لعل یعنی شاید، شاید راهنما حاضر نشد نمیخوره. ان که راهنما حاضر نشد نمیخوره. چی بهش میخوره؟ لکن اما. پس شماره صفر، شماره سه‌تون لکن دلیل لم یحضر. میدونی که لم یحضر ماضی منفیه، لم به اضافه فعل مضارعه میشه ماضی منفی. خب لکن نمیشه حرف مشبهتون بالفعل. الدلیل اسم لکن ارا منصوب. لم یحضر میشه خبر لکن و چون جمله است، بله خبر لکن هم بوده بشم جمله است و اعرابش هم میشه چی؟ مرفوع. بگیم اما راهنما، اما راهنما حاضر نشد، اما راهنما حاضر نشد ماضیه منفی ترجمه میشه. تمنا المزارع، مزارع آرزو کرد، خواهش کرد، خواهش کرد که چی؟ گویا باران بسیار ببارد، یا زیرا باران بسیار ببارد، یا کاش، ای کاش باران بسیار ببارد. چی؟ ای کاش. پس از معنا میفهمیم اینجا چی؟ ای کاش. پس کشاورز آرزو کرد ای کاش باران بسیار ببارد. لیت المزارع، لیت المطر ینزل کثیرا. بسیار خوب. لیت میشه چی؟ لیت حرف مشبهتون بالفعل. البته اسم لیت و اعراب منصوب. ینزل میشه خبر لیت، مدل خبرش هم میشه جمله فعلیه.
مزارع به چه شکل ترجمه میشه؟ مزارع التزامی. مزارع چی؟ التزامی. ببینید، ای کاش باران بسیار بسیار ببارد ببارد مزارعه التزامی ترجمه می شود. پس چی شد؟ خانم ها بگیم اگر خبر لیته یعنی بعد از لیته فعل مزارع بیاد، بعد از لعل و لیته فعل مزارع بیاد، این مزارع به شکل چی ترجمه میشه؟ مزارعه التزامی ترجمه میشه. ای کاش باران بسیار ببارد. بسیار. شماره یک. لباس یکی اتف. خب تو از شما سوال میکنم چرا فلان؟ میگی چون فلان، زیرا فلان. چرا گریه طفله؟ چرا طفل گریه میکنن؟ میگی زیرا اون، حالا گفته جای اون گرسنه است. پس از چه استفاده میکنیم؟ لعنه اون لعنه جای اون. خب لعنه میشه حرف مشبهت رو به این فعل. این خوب میشه اسم لعنه و اعراب منصوب و جای اون میشه خبر لعنه و اعرابش میشه بله. گفتیم خانم اسم حروف مشبهت رو به فعل دو مدله، یا ضمیر متصله یا اسم ظاهره. خبرم اسم بقیه خبرها، یا یه اسمه که میگیم خبر مفرد، یا فعله که میگیم جمله، یا جار و مجروره که میگیم شبه جمله. خب خانم ها اگر اشکالی داریم بفرمایید، من منتظرم که اشکالاتتون رو بگیم تا من برم سراغ تمرین بعدی. خانم ها حتما اعلام بکنید که متوجه هستید. خب خانم ها تمرین بعدی گفتیم اکنی ترجمت حاضر نست سوما اکتو المحل اعرابی لکلمات التي تحتها خطون. بله گفتی که اول ترجمه این جخانیه رو پر کنیم، بعد کلماتی که زیرش خط کشیده شده محل اعرابی نقشش رو بدیم. ما اول ترجمه بکنیم هینه هنگامی که یه را میبیند، هنگامی که میبیند اتامی رو زکی پرنده باهوش حیوانن مفترسن جانور مفترس به معنای چی؟
دنبال میکنن، تعقیب میکنن، طبیعت رو تعقیب میکنه. حیوان درنده حاضر فریسد این شکار رو، فریسد به معنای چی؟ شکار. این شکار رو تعقیب میکنه و یبتعد و اندیل و شکسیرن و از لانه اش بسیار دور و از لانه، لانه اش هم و از لانه بسیار دور می شود. پس تو جخالی بعدی می نرسیم یبتعد و دور می شود. و این دما و هنگامی که اطاعه این پرنده و هنگامی که پرنده یا این پرنده می از خدای عدو، از فریب دشمن و ابتعاده و دور شدنش و انقاذ حیات فراخهی و نجات و نجات دادن زندگی جوجه هایش یتأکد مطمئن می شود. یتأکد یعنی چی؟ مطمئن می شود. یتیم و بغتتا ناگهان پرواز میکنند. پس اینجا هم تو جخالی بعدی و وقتی که این پرنده از فریب دشمن و دور شدنش و نجات زندگی جوجه هایش فراخ، جمع فرخ به معنای چی؟ جوجه هایش مطمئن میشود. یتأکد یتیم و بغتتا ناگهان پرواز میکنند. پس بغتتا یعنی ناگهان. پس جخالی اول میشه درنده، جخالی دوم بالش، جخالی سوم بسیار دور میشود و جخالی چهارم جوجه هایش و جخالی پنجم ناگهان. بسیار خوب. حالا گفته کلمات که زیرش خط کشیده رو ترکیب کنید، نقشش رو بگید، ببینید که نقش کلمات میشه. هینا یرا، هنگامی که میبینند، میبینند بعد از جمله، جمله فعلی است، بعد از هر فعلی ما نیاز به چی داریم؟ به فاعل داریم. میبینند چی؟ پرنده. پس طائر چه؟ فاعل و مرفع. خب ما زکی یعنی چی؟ پرنده باهوش. باهوش میشه صفت، تبعیت میکنه از طائر. میبینند پرنده باهوش چه کسی را میبینند یا چه چیزی را؟ حیوانن مفترسن، حیوان درنده ای را، حیوان درنده. خب یک هر اسمی یه نقش داره. میبینند چه کسی را؟ حیوانی را. پس حیوانن چه مفعول و منصوب. حالا حیوان درنده، درنده میشه بله صفت و صفت تابع موصوفش منصوبه، چون حیوان منصوبه مفترسن منصوبه.
نمیشه. پس بنابراین این میشه چی بکنم؟ اور میشه مضاف، اوش میشه چی؟ مضافون الی. این غلطه. خیلی حالا مجدد لانه او، لانه باز میشه مضاف، او میشه چی؟ مضافون الی. پس اوش با هش مجدد میشه مضافون الی. فیت تو بقول حیوان، پس تعقیب میکنند، تعقیب میکنند کی؟ بعد از فی فاعل میخواید، پس ال حیوان میشه فاعل و مفعول. حیوان درنده، باز درنده میشه صفت و مفعول. یبتعد عن العش، عن حرف جر، ال عش میشه جارو مجرور یا اسم مجرور به حرف جر. من خداء از حیله یا فریب دشمن. من خداء عباس میشه جارو مجرور، خداء میشه اسم مجرور به حرف جر. انقاذ حیات، اینجا دقت کنید خانم، انقاذ حیات. خب نجات زندگی ببینید، نجات خاما زندگی است، این غیر صحیح غلطه. پس نجات میشه چی؟ مضاف، زندگی میشه مضاف الی. پس بله، حالا حیات پس میشه چی بکنم؟ مضاف الی. میگه که مضاف الی هم اعرابش مجبور. بله، مطالبی که خواسته بود رو انجام بود. این هم تمرین 8. بله، براتون میفرستم تا خانم ها اگر اشکالی دارید بفرمایید. ببینید خانم ها، ما درس یکمون انجام شد، تمارینش، ترجمهش، لغاتش، همه موارد گفته شد دیگه. تمرین یکمون، درس یکمون تمام. شما 4 تا درس دارید، ولی هیچ تستی ما نزدیم. خانم ها میخوام تمام تست های الان بهتون میگم، براتون نمیدونم فرستادم یا نفرستادم، ولی براتون میفرستم تمام تست های کتاب خیلی سبز، از کتاب خیلی سبز مربوط به درس یک رو برای من ارسال کنید. فکر میکنم حدودا شاید حدود 100 تست باشه. پس بنابراین خانم ها، این توی این فرصتی که انشالله باقی مونده هست، میخوام این تست رو با تحلیل بخونید، نه اینکه فقط همچون فقط تست رو بزنید و برید. من انشاءالله این تست رو حل میکنم براتون و این تست رو سعی میکنم براتون انشاءالله خودش رو براتون میفرستم که حتما خودتون باید کتابش رو تهیه کنید، کتاب جدیدش رو تهیه کنید. خانم ها اگر میخواید مهارت پیدا کنید این 4 درس عربیتون رو کتاب به امسالتون، با زدن این تست ها هست که مهارت و ریزکاری ها به سلام متوجه میشین. خانم با این تست هایی که شما میزنید هم آماده کنکور میشین و هم امتحان نهاییتون. انشاءالله که همه تو موفق باشین. البته الان تو فرصت باقیه، من یه دو تا جمله از متن درس براتون ترکیب میکنم و بعد دیگه رفت صحبت میکنیم. الان من این تصویر رو براتون میفرستم. گفتیم که ما حتما این کار رو انجام بدیم، برای من ارسال کنید، اونایی که نفرستادم حتما بفرستم. اسم و خبر حروف مشبهه و لای نفی جنس رو در متن درس مشخص کنیم. جمله اول خانم نداره، جمله دو
شعب من شعوب الارض، هیچ ملتی از ملتهای مردم زمین، هیچ مردمی از مردم زمین. شعب لا بر سر اسم اومده، پس لا لای نفی جنس هست، اسم لای نفی جنس شعبه. ببین الف و لام نداره، تنوین نداره، فقط فتحه داره. پس شعبه اسم لای نفی جنس و اعرابش منصوب، که هیچ ملتی از ملت‌های زمین نیست. پس من شعوبه میشه جار و مجرور و جار و مجرور و خبر لای نفی جنس هست. بریم توی این جمله دیگه چیزی نداره، جمله بعدیش هم نداره، جمله بعدی هم نداره، جمله تقریبا جمله ششم. الا انه فطری فی وجوده، انه انه حرف مشبهتون بالفعل، هو اسم انه، هو فیل اسم حروف مشبهه یا ضمیر متصله یا اسم ظاهرن، پس هو بشه اسم حرف مشبهتون بالفعل و اعرابش منصوب. بر این که او چی؟ او یا آن فطریست، در وجودش فطریست، پس فطریون میشه خبر حرف مشبهتون بالفعل و اعرابش مرفوع. بعدش مجدد لاکنه، لاکنه حرف مشبهتون بالفعل. خب حرف مشبهتون بالفعل و اما عباداتش، بلا فاصله اسمی که بعد از لاکنه میاد یا حرف یا زمینی که بعد از حروف مشبهه میاد، بلا فاصله میشن اسم حروف مشبهه. پس عبادات میشه اسم حرف مشبهتون بالفعل و منصوب. هیچ حرف میشه مضافون الی عباداتمون و شعائرش. میگه عبادات و شعائرش چی بود؟ خرافی بود. کانت خرافیتن، پس اون چه که داره خبر میده کانت خرافیتن هست، که یک جمله کانت خرافیتن، این جمله خبر حرف مشبهتون بالفعل. دیگه جمله بعد هم نداره، جمله بعد یه خط آخر مونده این پاراگراف، ولیکن الله تبارک و تعالی لم یترک الناس، میگه اما لیکن حرف مشبهتون بالفعل و الله بلافاصله میشه اسم لیکن یا اسم حرف مشبهتون بالفعل و منصوب. خب ما خبر باید خبر رو تشخیص بدیم، مثل همون گذشته که خبر رو چطوری تشخیص میدادیم؟ بعد از مبتدای مکسی کردیم، بدیدیم که اون لب کلامی که داره به شما اطلاع میده کدوم کلمه هست. میگه اما خداوند مبارک تبارک و تعالی چی؟ چه خبر میخواد بده؟ خداوند تبارک و تعالی لم یترک، ترک نکرد، رها نکرد مردم. پس لم یترک داره خبر میده، لم یترک میده خبر نام کنه یا خبر حرف مشبهتون بالفعل، و نوع خبر هم میشه جمله فعلیه و اعراب مرفوع. دیگه این عبارت هم نداره، عبارت بعدی هم اگه حسب الانسان نداره، عبارت بعدیش هم نداره. دیگه بعدیش قد حدثن این هم نداره، بعدیش هم نداره، بعدیش هم نداره، بعدیش هم نداره، نداره. خانم ها صفحه بعد، ولما رجع الناس شاهد و اسنامه مکسرتن و ظنوا ان ابراهیم هو الفاعل، در اینجا ان حرف گمان کردن که ابراهیم همون کننده است. ان حرف مشبهتون بالفعل و ابراهیم اسم حرف مشبهتون بالفعل و منصوب، و فاعل ابراهیم همان کننده است، انجام دهنده است. الفاعل میشه خبر حرف مشبهتون بالفعل و مرفوع. دیگه نداره، بعدیش هم نداره. میگه دو خط آخر بوده، سه خط آخر بوده. بعد الا قوم یتهامسون ان السنم لا یتکلم، همانا بود سخن نمیگوید. ان باز حرف مشبهتون بالفعل، السنم اسم حرف مشبهتون بالفعل و منصوب. همانا بود، بود چی؟
شما آماده بشید برای دوره بعدی که شروع میشه، که اون موقع ما از درس یکتون از همه موارد درس یک، یعنی تمرین و قواعد و لغت و همه امتحان میگیریم. حتی سوال اگر هست من در خدمتتون در واتساپ هستم، حتما بپرسید. همتون رو به خدا بسپارم. خدا نگهدار.